درود فراوان خدمت همراهان و شنوندگان رادیو آبان با معرفی حزب رستاخیز ایرانگرایان در خدمت شما هستیم در این برنامه من حمید رضا سوار و همراه مهمان برنامه بانو آرتمیس اهورا اه بانو آرتمیس در خدمت شما هستیم درود بر شما جناب امیدوارم که روز و شب خوبی داشته باشید و سپاس از اینکه منو به این برنامه دعوت کردیم همونطور که مستظر هستید در این برنامه پرداختیم به معرفی حزب رستاخیز ایران گرایان حزبی که تازه اعلام موجودیت کرده و آرمان نامه هایی رو در اختیار اون قرار داده و میخواستیم که این برنامه رو اختصاص بدیم برای معرفی این حزب و امیدوارم که به صورت جامع و کامل برای شنوندگان رادیو آبان و برنامه صدا، صدای ایران ارائه داشته باشید تخمتون است سپاسگزارم از شما اگر که دوستان آگاهی یا آشنایی داشته باشند از جنبش رونستانس احتمالا میدونیم که ما تقریبا ده سال پیش یک جنبشی رو گذاشتیم جنبش فرهنگی که در واقع از نوع ایرانی شدن رو و در واقع میشه گفت بنمایه های منش و اندیشه ایرانی رو که بهش میگیم اندیشه ایران شهری یا کشور ایران و مربوط هست به دقیقا دوران پیش از یورش تازیان به ایران زمانی که ایرانیان سرفرازترین ملت های جهان بودند و با اون سیستم اندیشه و عمل کرد در جهان تونسته بودن در واقع خودشون رو مطرح کنن و به جهان هم حرف برای گفتن داشتن هم خوراک اندیشه میدادن هم از ذر تکنولوژی هم از ذری که تونسته بودن یک امپراتوری جهانی رو به دادگری و با نهایت انسانیت پای گذاری کنن بنابراین ما به این اندیشه افتاده بودیم که چرا ایرانیان در این 1400 سال تمام اون بینش، منش و سیستم در واقع اندیشه رو از دست دادن و از ملت بزرگ ایران تبدیل شدن به مشتی موالی مسلمان در واقع صحراهای حجاز و بر... پس از اینکه ما این المانهای بنیاد اندیشه و منش ایران شهری رو بنیاد دوباره آمدیم و به مردم شناسوندیم و درباره تاریخ درباره فرهنگ درباره هویت ایرانی صحبت کردیم و این موج اندیشه ایران شهری رو به درون ایران و بیرون ایران گستروندیم ام... در مقطعی رسید که خیلی خیلی سریعتر از اون چیزی که همه باور داشتن همه میگفتن نه یه کار فرهنگی 25 سال طول میکشه و دو نسل نسل ممکنه طول بکشه تا ما بتونیم به مردم دو مرتبه این ارزش و درزش ها رو نشون بدیم و بیاموزانیم و دیدیم که به خاطر شبکه های اجتماعی خیلی خیلی سریعتر این اتفاق افتاد و در یک دهه چگونه مردم در درون و بیرون ایران دوباره دنبال هویت ایرانی خودشون گشتن و متوجه شدن که سرنگونی این رژیم پایان کار نیست و اینکه ما فقط یک حکومت رو سرنگون کنیم ولی در روی اون شیوه اندیشیدنمون در روی اون شخصیت و سیستمی که این ملت رو دگرگون کرده کار نکنیم خب دوباره 20 سال 30 سال 40 سال دیگه دوباره یک انقلاب اسلامی دیگر در انتظار این ملت میتونه باشه همون اتفاقی که دیدین در پس از افتادن طالبان در افغانستان افتاد یه 20 سال کرزای اومد یه کمی فضای باز به اصطلاح اجتماعی و سیاسی باز شد ولی چون روی ریشه مشکلات افغانستان که چه طالبانی در افغانستان ظهور میکنه کار نشد دو مرتبه دیدیم که به راحتی هر آنچه که تو 20 سال ساخته شد سرنگون شد و دوباره مردم با تا خرخره فرو رفتن در افغانستان متحجر 1400 ساله بنابراین به اون جایی رسیدیم که دیدیم که خب این ارزش ها این اندیشه و این سیستم فکری رو ما تونستیم یک جوری به ویژه به میان نسل جوان برسونیم و نسل جوان شروع کرد به اینکه دنبال ایرانی بودن بگرده و در مقطع این خیزش هایی که از سال 96 دیدیم بعد 98 دیدیم بعد این خیزش اخیر دیدیم هر سری این موج ایرانگرایی بلند و شد در ایران و مردم کف خیابون های ایران شعار دموکراسی حقوق بشر نمیدادند مردم ایران برمیگشتن میگفتن هم غزه هم لبنان هر دو فدای ایران و یا مثلا میگفتن رضا شاه شد یا دنبال آن چیزی بودن که میدونستن فردای ایران فردای اونی حکومت ما به اون و اونه که میتونه این کشور رو وارداتی هم نیست غربی هم نیست شرقی هم نیست از آسمون هم برای ما نیفتاده نسخه ای نیست که به ذات ایرانی به گوشت و خون ایرانی ناسازگار باشه هویت ایرانی هویت ایرانی است و چند هزاره در این کشور مردم ایرانی بودن ایرانیان در این کشور زندگی کردن نمیدونم خارجی هایی که نیامده بودن یک کشور واسه ما سر هم بکنن به نام ایران بدن دستمون مثل کشورهای قراردادی خاور میانه که امروزه دارید میبینید یه عربستانی بسازن یه سوریایی بسازن یه عراقی بسازن بدن دست مردم و پس از جنگ جانی دوم یا پس از سرنگونی امپراتوری عثمانی بنابراین ما آمدیم ای رو در واقع شاخه سیاسی ایرانگرا و ملیگرایی که مردم بهش نیاز داشتن رو در قالب حزب رستاخیز ایرانگرایان بنیاد نهادیم برای اینکه در امروز و در فردای سرنگونی این حکومت ایرانیان نیاز دارند که حزب ایرانی داشته باشند برای که شما دیدین در پیش از روی دادن انقلاب 57 و هفت خب ما همه چی تو مملکت داشتیم دیگه چپ داشتیم مجاهد داشتیم اسلامی ها رو داشتیم و همه اینا اومدن با هم اون آشی رو پختن که چهل و چهار ساله هممون توش فرو رفتیم و هیچ بویی از ایرانگرایی و هیچ بویی از میهن پرستی در هیچ کدومش نبود و نتیجه رو مردم دیدن بنابراین حزب رستاخیز ایران گرایان نیازش از اینجا حس شد و بنیاد گذاشته شد برای اینکه بر مبنای فرهنگ و آرمان و اندیشه سیاسی ایرانی و ایران شهری بنیاد گذاشته بشه و در واقع یک حزب بسیار نیرومند بشه برای اینکه در ایران فردا بتونه در عرصه سیاست بیاد حالا در مجلس مؤسسان بعد در مجلس هایی که تشکیل خواهد شد مثلا مجلس نمایندگان یا مجلس سنا و همسال اینها بتونیم نماینده داشته باشیم بتونیم بفرستیم برای اینکه این کشوری که 1400 زیر چکمای اسلام بود رو بتونیم دوباره با هویت ایرانی بسازیم و نگه داریم و همه افرادی هم که به این حزب میپیوندن افرادی هستند که نخست میهن پرستن و دوم بر یک سری اصول همه باورمند هستند بر مبنای اینکه مثلا ما به تمامیت ارزی ایران اهمیت میدیم و تمامیت ارزی ایران به این معنی نیست که ما ایران رو یک کشور چند تکه میدونیم که حالا میخوام تمامیت ارزیش رو حفظ بکنیم به چسبونیمش به هم نه ایران یک کشور چند هزار کهن سال ترین کشورهای جهانه که از روز آغازین هم یک ملتی به نام یک قومی به نام قوم آریا که نام خودش رو بر نام این کشور گذاشت در اونجا زندگی می کرده یک کشور ساختگی هم نبوده این ملت هزارها اونجا زندگی کردن و هزارها در دوروبر خودشون اندیشه و سیستم زندگی ایرانی رو پخش کردن اول اون ایرانی که بود رو بزرگتر کردن و بعد اون ایران بزرگ تبدیل شد به یک امپراتوری و ایرانی که امروز بهش رسیدیم و تکه هایی ازش کنده شد هم هنوز اون مینلند یا اون سرزمین اصلی است که ما نام ایران رو بهش میگیم بنابراین بر مبنای یکی از اصولی که حزب رستاخیز ایران گرایان بهش باورمنده این ایران کشوری به نام ایران ایران یک پارچه‌ای که همیشه تاریخ بوده و خواهد ماند و تمامیت ارزی این کشور برای ما مهمه که دیگه تیکه های بیشتری نذاریم از این کشوری که تکه در طول این تاریخ کندن بیشتر از اون بکنن و ببرن دومین نکته ای که ما برش در حزب رستاخیز ایران گرایان باورمند هستیم اینه که نه تنها ایران از یک ملت درست شده بلکه هر زبان، هر گویش، هر آین، هر باور در این کشور همش زیر چتر بزرگ ایران داره می گنجه. یعنی ایران از اقوام مختلف تشکیل نشده تیره های گوناگون ایرانی هستند همه اینها حالا ممکنه که شاخه های گوناگون زبان اوستایی در بخش های گوناگون ایران بخش یعنی تغییراتی پیدا کرد که مثلا زبان لوری درش بود زبان نمیدونم کردی بود زبان گیلکی بود زبان تاتی بود و یا هر چیز هر به اصطلاح یا مثل زبان سمنانی که کلا خودش برخودش یک زبانه و اینا ربطی هم نداشت به اینکه ملت های دیگر باشن نه همون ملت ایرانن و در درازای چند هزاره هر بخشش یک کلماتی رو یک واژگانی رو از زبانهای پهلوی اشکانی پهلوی ساسانی فارسی باستان اینها گرفتن و بعد یه مقدار پالو تر و پالایش یافته تر شد و رسید به این زبان خورده زبانهایی که شما داریم میبینید که همه اینام توی زیر مجموعه زبان های ایرانی می گنجه به غیر از زبان ترکی که اصلا زبان ملت دیگه ای بود که مردم ایران در بخش هایی که نزدیک امپراتوری عثمانی بود این زبان رو به اصطلاح ادابت کردن یا گرفتن قاطی زبان فارسی خودمون کردن اصل دیگری که حزب رستاخیز ایران گرایان بهش باور داره یگانگی پرچم ملیه این پرچم سبز و سفید و سرخی که شما امروز میبینید و اون علامت شیر و خورشید رو داره پ... اه... یک پرچم ملی برای قدمت بسیار طولانی ما حتی از دوران آین مهر ما این شیر و خورشید رو داشتیم در تمام سنگ نوشته هامون هست و این پرچم یه پرچم امروز و دیروز و سه سال پیش و صد سال پیش نیست و قدمت خیلی خیلی تاریخی داره که باز از بخش های گوناگون ایران از علمان های گوناگون ایران تشکیل شد و دیگرگونی هایی پیدا کرد که به این پرچم سرنگی که امروز میبینیم و مربوط به هیچ دودمانی هیچ سلسله هیچ کس خاصی هم نبوده رسیدیم که ما بسیار باور داریم و اینو پرچم ملی میدونیم و اصل میراث مشترک تاریخی این فرهنگ ملی که ما داریم و زبان فارسی به عنوان بخش بسیار مهم این فرهنگ ملی باور داریم و ما اصلا اعتقاد نداریم ما یک بخشی از ایران فارسی زبان بودن بقیه بخش ها نبودن اصلا چنین چیزی نیست زبان فارسی خودش یک چکیده یا یک بخشی بازمانده از همه اون زبانهای آریایی است که میگم پالوده شد و راحتتر شد صحبت کردنش و گویش باهاش و به امروز رسید که البته با یک سری واژگان مخلوط نمیدونم عربی و انگلیسی و حالا میبینید که فعلا با یه سری واژگان گوناگون این زبان رو یعنی ادابت کرد گرفت به درون خودش ولی این زبان با تمام پیشوند و پسوند هایی که داره زبان بسیار نیرومندی است برای شش میلیون واژه در جهان توانایی داره بنابراین اینم یکی دیگه از بخش فرهنگی بسیار مهمی بود که حزب رستاخیز بهش بنیاد داشت و چشمنداز تاریخی اینکه ما میدونیم انگ این ملت پس از یورش تازیان عوض شد و در 500 سال اول یورش تازیان پس از یورش تازیان بسیاری از بخش‌های این فرهنگ از بین رفت کمر این فرهنگ شکست ایرانیان بسیاری در زندان ها شکنجه شدند در درازای تاریخ چه به دست تازیان کشته شدند چه به دست خلافت هایی که پس از اون از سوی تازیان بر ایران حکم فرما شد و چه بالاخره موقعی که سنی فرهنگ سنی اومد به فرهنگ به ایرانی اسلام سنی اومد و بعد از اون که دگرگونی های پیدا کرد به اسلام شیعه همه اینها ما اعتقاد داریم گرداب سهمناکی است که فرهنگ ایرانی رو در خودش شکست و خواست از بین ببره و ایران از فرهنگ مادری فرهنگ ملی و فرهنگ ایرانیش دور افتاد که نخستینش اینکه از پیشرفت گرایی و بهروزی عقب موند از خردگرایی گرایی و دوراندیشی عقب موند وجدان آزاد فردی و قانون مداریش رو از دست داد به سوی تقوا و ایمان و انسان باوری و برابری خواهی رو از دست داد تبدیل شد به برده و بنده الله و بعدم موالی به اصطلاح اسلامی به جای ملت ایران و از دادورزی و دادخواهی ایرانیان دور شدن از شکوه پروری و آراستگی و تولید ثروت ایرانیان رو دور کردن از شادزیستی و شادمانی و خوجستگی و آراستگی به اصطلاح فرخوندگی ملی اینها رو انداختن و از شایست سالاری و فرزانگی ایران در باطلاقی به نام جهان اسلام گیر افتاد بنابراین ما از فرهنگی در درازای تاریخ تمام ایرانی بودنمون هویتش با اسلامی بودن در تضاد صد درصد ایمانگرایی نشست به جای خردگرایی و بیداری و هوشیاری و تقوا آمد به جای وجدان آزاد فردی و خداگاهی خشم پرستی و پشمردگی و رشک و حسد به جای شادزیستی و سربلند زندگی کردن و موالیگری و برده و بنده مسلمین بودن و آمد به جای آزادگی بنابراین این هم از اصلهای دیگری است که ما بهش باور داریم و بعد آزادی و حقوق انسان ها چیزی بود که در اندیشه ایرانی به دنیا صادر شد به جهان صادر شد و ما سزاوار امنیت آزادی اندیشه وجدان و گزینش آزادی فردی هستیم به این باوریم که آزادی های فردی و اجتماعی بیغید و شرط تا جایی که امنیت و آزادی شهروندان دیگر رو خدشدار نکنه و دیدیم که خب کوروش که نخستین کسی بود که کوشنده راه حقوق بشر بود و در واقع فرهنگ ایرانی رو ایران شهری پیش از اسلام رو به جهان صادر کرد به عنوان نخستین فردی است در جهان که این مفاهیم رو به جهانیان نشون داد از سوی دیگه ما باور داریم دینداری یا دینگریزی برای همه ایرانیان یک حقه میتونن دین داشته باشن یا دین باشه. باشن هر باور و عقیده ای ارجمند نیست ولی حق انسان ها برای یک گزیدن یک باور رو میپذیریم به شرط اینکه سر سوزنی پاش از حقوق خودش فراتر نذاره و حقوق دیگران رو اجازه نداشته باشه زیر پا بگذاره در ایران آینده ما باورمندیم به این که دین, دین دولتی و دولت دینی اصلا نباید وجود داشته باشه و سه قوه مجریه مقننه و قضایی که به اصطلاح قوه انجامنده و قوه قانونگذار و قوه دادگستر هست نبایستی به هیچ عنوان از دستورها و خواسته های دینی آبشخوری داشته باشند و بایستی بر اساس رایزنی و اندیشیدن خردمندان ایرانی اینها تصویب بشن و در ایران گسترده بشن نه بر مبنای دین هیچ دینی و راهکار برون رفت از این بحث رو در واقع از این دین اسلام رو که اینقدر ما رو تخریب کرده در واقع افزایش چشمگیر آگاهی مردم ایران و آموزش میدونیم که درباره این ایدئولوژی تمامیت خواه خطرناک سیاسی آگاهی پیدا کنن و در واقع خودشون بدونن که چه به سرشون اومده در اثر 1400 سال حکومت های اسلامی در ایران و یورش تازیان و خودشون بدونن چه راه حل و چه اندیشه ای رو باید پیشه بکنن و از سوی دیگه کشورداری و سیاست در ایران رو باور داریم که شکل حکومت به اندازه درون اهمیت داره و باید این دوتا با هم کارآمد و خودشون اینو ساختن و خودشون هزارها با این زندگی کردن یه شکل حکومت پادشاهی است که باید هم همون گونه که در تاریخ ایران بوده پادشاهی باشه که نظارت برش باشه و نظارت در دوران امروز میشه مجلس یعنی پارلمان و ستونهای شهریاری ایران شهری که ریشه در تارو بوده چند هزار ساله ما داره بایستی با شرایط زیست انسان روزگار کنونی هماهنگ باشه و بشه و در کنار اون به خاطر بودن مجلس یا به اصطلاح پارلمان های مردمی و سنا میتونه نظارت بشه و کنترل بشه و حکومت در واقع به نوعی توسط خردمندان و برگزیدگان مردم انجام میشه ولی هویت ایرانی و سیستم اداره کشورداری ایرانی مون که پادشاهی بود بایستی حتما بمونه ولی خب مجلس گفتیم باید دو مدل مجلس وجود داشته باشه مجلس شورای ملی که همه مردم از واجد شرایط سنی باشن امکان رأی دادن به اون رو دارن و انتخاب, ب... انتخاب شدن یا برگزیده شدن از سوی مردم در سراسر کشور ندگانی که در اونجا خودشون کاندید بکنن وجود داره و مجلس دیگر باید مجلس مهستان باشه چیزی که امروزه در جهان به نام مجلس سنا میشناسن که برای شایست سالاری در نگاه ایران شهری نیاز هست که مجلس مجلسان باشه و این مجلس برای بهرهگیری از نخبگان، کاردانان، پژوهشگران و نیروهای کارآمد و توانمند در کارهای کلان کشوره تصمیمگیری های بسیار بزرگ و مهم و سرنوشت ساز کشور رو باید مجلس مجلسان انجام بده مانند مثلا جنگ شدن یا نشدن مسائلی که برای تمامیت ارزی پیش میاد مسائلی که برای امنیت ملی پیش میاد و مسائلی که خیلی خیلی حساسه و باید حتما کارشناسان زبده در موردش رأی بدن که میدونن که جریان چی و چه کار باید کرد و از طریق این تو پارلمان اصل شایسته سالاری در واقع ت... شایست شایسته سالاری در کنار مردم سالاری یعنی مجلس سنا در کنار مجلس به اصطلاح مردم یا شورای ملی به میهن سالاری می انجامه یعنی نیک فرجامی کشور و نیک فرجامی مردم رو ایجاد میکنه که این هم نسل ما رو هم نسل های نیامده و آینده این کشور رو منافعشون رو در نظر خواهد گرفت از نظر اقتصاد این حزب بر این باوره که بایستی مالکیت خصوصی وجود داشته باشه آبادگری و رفاه اجتماعی از برجسته ترین های یک شهریاری ایران شهری است کشور بدون آبادگری بنا نمیتونه بمونه و درمانده و ویران میشه بنابراین برای فراهم کردن آبادگری دادگری باید وجود داشته باشه که بتونه امنیت و ثبات اقتصادی در میان همه ای ایرانیان داشته باشه تمام ایرانیان بایستی از یک سطح زندگی بالای خط فقر بتونن برخوردار بشن ولی با اینکه تمام این سرمایه های شخصی و سرمایه گذاری آزاد هست دولت بایستی فرانگری و کنترلی داشته باشه بر پیوندهای کلان اقتصادی کشور برای اینکه اینقدر سرمایه قول نشن که فردا بیان نماینده ها رو بتونن بخنن و بفروشن و دولت بردانن و دولت بذارن و خلاف منافع ملی و منافع کشور برای منافع شخصی خودشون اونقدر نیرومند بشن که بتونن کار بکنن همین اتفاق شما امروزه در امریکا دارید میبینید سرمایه گذاری افزار گسیخته سرمایه داری گسیخته با دولت بسیار ناتوانی که نمیتونه هیچ کنترلی رو منابع ملی کشور داشته باشه موجب شده که 43 میلیون انسان همین امروز روزه در امریکا روی غذای دولتی باشن و اگر دولت بهشون کوپن غذا نده از گرسنگی در همچی کشور ثروتمندی بمیرن منظور اینه که بایستی سرمایهداری خصوصی که آزاد هست فرانگری دولت هم وجود داشته باشه برای اینکه منافع ملت زیر پا گذاشته نشه و دولت رو نتونن به راحتی بخنن و بفروشن و سرنگون کنن اتفاقی که در یونان و روم باستان میافتاد و برای همین همون امپراتوری ها تونستن به راحتی بعض از مدتی سرنگون بشن برای همین دارایی های ملی باید وجود داشته باشه دارایی هایی که متعلق به همه ملت مثل منابع مهم نفت گاز آب خاک و بسیاری از اینها و بایستی که به همه مردم ایران برسه و با بایستی که بازسازی ایران از من محروم ترین نقاط ایران از جنوب ایران باید بازسازیها ها آغاز بشه از بلوچستان از خوزستان از هرمزگان و استان بوشه و همینطور بیاد بالا جاهایی که بیشتر از همه در این بویژه در این 44 سال که ما داریم دقیقا میبینیم از همه مواهب و منابع ملی محروم موندن و به ویرانه تبدیل شدن از سوی دیگه ما بر این باور این فرایندی به نام جهانی شدن تهدیدهای بزرگی است برای دولت ملت ها یا نیشن استیت ها برای همین هویت های ملی و بنمایه های فرهنگی ملت ها بایستی حفظ بشه که جلوگیری بکنه از گسترش افزار گسیخته پدیده گلوبالیسم و با کشورهای دیگهی که در این ناحیه هستن ما باید همکاری بکنیم به ویژه ما باید یک کنفدراسیون اقتصادی و بازرگانی در دامنه تمدنی ایران شهر تاریخی از آسیای میانه تا قفقاز و دیگر همسایگانمون که بخش های مهمی از ایران شهر بزرگ بودن داشته باشیم و بتونیم تمام این منطقه رو با همکاری با هم بتونیم بیاریم از اقتصادی بالا و نیرومندشون کنیم کاری که در مورد اروپا خواستن بکنن ما باید بتونیم در مورد ایران شهر تاریخی بکنیم و بتونیم این ناحیه رو دو مرتبه بلند بکنیم با همکاری تنگاتنگ با تمام این کشورها و بازیابی هویت ایرانی در همه این کشورهایی که ایرانی هستند و ایرانی تبارن و ای بسیاری بخشاش فارسی زبان و ایرانی زبانن حتی اگه فارسی هم نباشه ریشه های دیگر بخش های دیگری از زبان ایرانی رو دارن و با بتونیم با اینها تعامل نزدیک و تنگاتنگ داشته باشیم برای که هم خودمون نیرومند بشیم هم نیرومند بشه هم بتونیم یه بازر... به اصطلاح اتحادیه بازرگانی خو... قوی و نیرومند خوبی داشته باشیم که از اون سو جلوی چین و گسترش روزافسون چین از اون ور جلوی روسیه و گسترش روزافسونش و از اون سمت جلوی پدی گلوبالیسم از غرب ام... که داره میاد رو بتونیم بگیریم و نگه داریم این ایران خودمون رو با هویت ملی و با همه مرزهای جغرافیایی که داریم. و بعد نگاهمون درباره باره زیستوم ایران اینه که آسیب های کلانی که جمهوری اسلامی در این 44 سال زد باید تمامش دوباره برگردونده بشه و بازیابی بشه آب و خاک و باد و همه آنچه که در ایران از بین رفته و آلودگی هایی که ایجاد شده و نابودی که بر سر کارهای غیر کارشناسانه انجام شده سطح های بی رویه که زدن منابع آب زیرزمینی که بیش از حد کشوندن به سطح زمین و استفاده کردن جنگل های بسیاری که از بین رفت جانوران بسیاری که این از بین دادن تمام اینها با با سوجویی هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی دولت های جمهوری اسلامی بخش بخش انجام شد باید اینها بازسازی بشه باید بدونیم همه آنچه در چار چهار دیواری ایران ما وجود داره حق زندگی دارن از زیستبوم از گیاهان از همه چیز حق دارن که وجود داشته باشن و بازیابی بشن و بازسازی بشن و جلوی ویرانیشون رو از بین بگ... ببریم و با وجدان بیدار هم... همگانی و آموزش اون ارزش های ملی که ما داشتیم که ما ایرانیان همواره به چهار آخشیج آب و خاک و باد و آتش احترام میذاشتیم و اینها رو عرج میذاشتیم و نگه میداشتیم و اینها رو با دقت با وسواس بازیابی میکردیم همونها رو دوباره انجام بدیم این یک چکیده ای بود از آنچه که حزب رستاخیز ایران گرایان باور داره و من فقط یک نکته بگم که در مورد نام حزب ما رستاخیز رو گذاشتیم رستاخیز هم معنوی و اندیشه است رستاخیز ملیگرایی است در اندیشه و منش مردم و هم از نو ایران رو زنده کردن و ساختن و ملی گرایانه این کشور رو ایران گرایانه به بالا آوردن و از زیر خاکسترهای نه فقط 1044 ساله بلکه 1400 ساله زنده کردن و بیرون آوردن سپاس از توضیحات کاملتون بانو آرتمی گرامی بسیار جامع و کامل توضیح دادید ولی خب با توجه به کانسپت های مختلفی که در آرمان نامه هست به خصوص در بخش اقتصادی و در بخش زیستبوم که ما در یک پیش بحرانی خیلی عمیق در کشورمون داریم با اون دست و پنجه نرم میکنیم شاید مخاطبین ما این سوال براشون پیش بیاد که آیا شما در حزب رستاخیز ایرانگرایان از متخصصین و کارشناسان مربوطه برای ارائه تئوری و اینکه یک پیش برد این اهداف بتونه که یه حالت برون رفت داشته باشه از این بحران رو آیا ازشون دارید استفاده میکنید از این کارگروه ها و از این متخصصین یا هنوز چون که اول راه هستید و حزب در بالی حالت اولیه خودش داره به سر برای که استارت کارش رو زده چطور هستش و بتونید توضیح در مورد این کارشناسان اگه در اختیارتون هستش رو برای شنوندگان رو دیوان بده سپاس گذارم از شما ببینید حزب یک،, یک بخش های گوناگونی داره خب علاوه بر شورای رهبری مثلا کارگروه های گوناگونی رو داره که هر کارگروه دارن کار خودشونو میکنن شبکه سازی در اون مرز برون مرز نمیدونم آموزش کارگروه رسانه کارگروه پخش و گسترش و امثال اون از افرادی که در هر کارگروه هستند که متخصص اون کارگروهی هستند که درش وارد شدن و خودشون به میل خودشون خواستن در اون کارگروه خاص همکاری بکنن مطمئنا در همه این بخش های گوناگون استفاده میشه مطمئن مهمترین اصل اینه که یادمون باشه ما یک حزب سیاسی هستیم یعنی ما یک حزب هستیم که بناست در آینده ایران و در ساختن آینده ایران در کنار بقیه احزاب رقابت بکنیم و کمک بکنیم که بتونیم مثلا صندلی هایی رو داشته باشیم که بتونیم در مجلس مثلا قانون گذاری کشور که تصمیمات بزرگی برای کشور گرفته میشه در بخش های گوناگون انرژی آب خاک حالا هر چی توریست اشتغال ورزش یا هر چیز دیگه بتونیم در کنار نمایندگانی از احزاب دیگه در اون مجلس بشینیم و مغزمون و اندیشمون و در واقع تخصصمون رو بذاریم به میان و با بقیه مردم ایران با بقیه احزاب ایران بتونیم همکاری کنیم و بتونیم ایران رو بسازیم بنابراین این یک فعالیت و یک فرایند گروهی است در فردای ایران که در مجلس مؤسسانی که تشکیل خواهد شد خب مسلما افرادی از حزب‌های دیگه مثلا حزب مشروطه یا حالا هر حزب دیگری که مثلا حزب نیست که از اندیشه به ما بسیار بسیار نزدیک هستن، و امثال این و خب اینا میان و اونا شرکت میکنن و در سرمایه یعنی در سرمایه ملی در این استخری که این حوزچه که سرمایه های ملی ما اونجا خواهند بود چه از در نیروی انسانی چه از نظر پتانسیل هایی که در کشور هست حالا چه از نظر اقتصادی چه از نظر اجتماعی چه از در نیروی نسل جوان متخصصینی که در کشور وجود دارن برنامه ریزی های کلانی که خواهد شد ما هم بخشی هستیم که تمام تلاشمون رو میکنیم در هر موضوعی اون ملیگرایی و ایرانگرایی رو به ویژه لحاظ بکنیم یعنی هنگامی که مثلا صحبت میشه در مورد زیست بوم ما یک پدیده ای نیست زیست بوم برای ما ایرانی ها مثل غربی ها که در صد سال و هفتاد سال اخیر تازه به محیط زیست توجه نشون میدن ما ملتی بودیم که در ماتیکان هزار دادستانمون که کتاب هزار ماده قانونی است که از دوران ساسانیان برای ما مونده ما مواد قانونی داشتیم که قانون داشتیم برای نگهداری از جانوران از آب از خاک از حق مالکیت خصوصی حق مالکیت عمومی منابع ملی کشور ما قانون داشتیم برای تمام اینها یعنی ما ملتی هستیم به درازای تاریخ با توجه بسیار ویژه به همه هستیم نه فقط انسان مثل م... م... مسلمانان که در اندیشه اسلامی فکر میکنن اشرف مخلوقات و اون بالا نشسته و همه جهان انگار باید در خدمت, خدمت فقط یه انسانی در روی این کره زمین زندگی کنه و هر چی که دم دستش هم میاد از بین ببره که شما میبینید در کشورهای مسلمان اغلب اوقات با جانوران اینا مشکل دارن با خ... محیط زیست مشکل دارن با هر چیزی که میتونن در حد امکان نابود میکنن و میرن جلو بنابراین این موضوع مهمه که در فردای ایران ما با همه نیروهای دیگری که در مجلس شورای ملی و مجلس مهستان جمع خواهند شد نخبگان و کارشناسان زبده ما هم با اونها همکاری میکنیم و باور داریم که نخستین گام مهم در فردای ایران زدودن محرومیت بسیار بسیار فوری است یعنی باید دولت تا جایی که مردم ایران بیان بالای خط فقر و همه از یک اندازه برابر بتونن از بهداشت درمان آموزش پرورش خوراک مسکن امنیت و آزادی های فردی استفاده بکنن باید دولت تا حد امکان منابع ملی رو بتونه کمک بکنه اون بخش بسیار بزرگ مردم که الان اون پایین هستن رو اول به صورت کاملا اورژانسی بیاره بالا مردم بتونن نفس بکشن بتونن زندگی کنن بتونن نرمال باشن تا بعد بشه که برای بخش های مهم برنامه ریزی های میان مدت و طولانی مدت هم برنامه ریزی های کاملا ایرانگرایانه کرد سپاس از شما اونقدر جامع و کامل شما توضیح دادید برای ما و همراهان رادیو آبان جای هیچون سوالی رو برای ما نگذاشتید سپاس گذارم امیدوارم در برنامه بعدی نیز در خدمت شما و همراهان شما باشیم تا درود دیگر بدرود میگم